جدال تایید صلاحیت نیل گورسش گرزینه پرزیدنت ترامپ برای دیوان عالی آمریکا در سنا در حال اوجگیری است برخی دموکرات از همکنون مخالفت خود را اعلام کردند برای جمهور آمریکا از جمهوری خواهان خواسته در صورت رزوم مقررات سنا را برای تایید صلاحیت وی تغییر دهند گزارش از شهر آرسته نیل گورسج قاضی تجدید نظر دادگاه فدرال با حضور در کنگره با سناتورها از جمله رهبر اکثریت جمهوری خواهان میچ مکانال ملاقات کرد. این یک انتصاب برجسته توسط پرزیدنت است و ما مشتاقانه در انتظار آغاز روند تایید صلاحیت او هستیم. پرزیدنت ترامپ گفت نیل گورسج را در راستای وعده انتخاباتی مبنی بر انتصاب یک محافظه کار واقعی برای دیوان عالی برگزید. نیل گورسچ قول داده یک قاضی مستقل باشد. جامعه قضاوت بر کردن ما را باهوشتر نمی کند ولی یادآور ماست که انتظارات از ما چیست؟ بیطرفی، استقلال، شجاعت و دانش. ولی دموکرات های سنا از همکنون با اعلام مخالفت آماده جدال می شوند. از همین ابتدا به نظر می رسد دولت برای حکم قانون احترامی قائل نیست و به شیوه بی سابقه قانون اساسی را به چالش می کشد. دموکرات ها می توانند با توسط به تاکتیک پارلمانی فیلیباستر سعی کنند تایید نیل گرسج را مسدود کنند. برای شکست فیلیباستر شست رای ضروری است. جمهوری خواهان 52 کرسی و دموکرات ها 48 کرسی سنا را در اختیار دارند. پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید در مورد فشار به میچ مکانول مبنی بر تغییر مقررات سنا در صورت لزوم برای تایید نیل گورسج تردید کمی به جای گذاشت. اگر به بمبست برسد معتقدم شما از گزینه نهایی استفاده کنید. جدال در مورد گرسج ادامه مباحث با انگیزه های سیاسی است که در 1987 از سوی دموکرات و بر سر گزینه پرزیدنت ریگان برای دیوان عالی آغاز شد و سال پیش با انصداد تایید صلاحیت گزینه پرزیدنت اوباما از سوی جمهوری خواهان ادامه یافت. در میان ده تن از سناتورهای دموکرات که کرسی های آنها در انتخابات میان دوره کنگره در 2018 در ایالت های طرفدار پرزیدنت ترامپ به رای گذاشته می شود باید تصمیم بگیرند آیا از تایید صلاحیت نیل گورسج حمایت کنند و یا به شانس انتخاب مجدد خود نزد رایدهندگان دهندگان جمهوری خواه پشت کنند در صورت تایید قاضی گورسج کرسی قاضی آنتونین اسکالیا را که سال پیش درگذشت پر می کند. که از قضات محافظ کار در دیوان عالی محسوب می شد و شخصیتی که گرسج وی را مورد تحسین قرار داد. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.